بریم تست این جلسه رو با هم بررسی بکنیم کل نکاتش رو بریزیم بیرون و با هم اونها رو حل بکنیم خب اولین تست میگه مطابق با مطالب کتاب درسی ما در واقع توی کلاس های سالیانه و توی کلاس های نکته و تستمون اشاره کردیم هر وقت توی یک تست این عبارت مخصوصا توی کنکور سراسری که از سال 400 به بعد این نکته خیلی مورد استفاده قرار میگیره هر وقت این عبارت رو دیدید توی هر فصل بعد به یه سری نکات یه سری بیماری ها و یه سری عوامل خیلی دقت بکنید چون در واقع اون تست فقط بعضی از عوامل و بعضی از اون بیماری ها رو از ما میخواد پس حتما به این نکته خیلی دقت بکنید که توی هر فصل توی کلاس های سالیانه بهش پرداخته شده که در واقع به چه مواردی باید دقت بکنید میگه به منظور تولید فراوانترین ترین های خونی ما میدونیم گوچه های خونی یا گوچه سفید یا گوچه قرمزه و فراوان ترین اونها میشه گوچه های قرمز یا همون آر بی میگه ترکیباتی از بزرگترین قده شکمی آزاد میشه خب اول به نکته بپردازیم ما میدونیم که توی بدنمون قدرت به دو دست تقسیم بندی میشن یا برون ریز هستند یا درون ریز هر وقت تست اومد و بهت گفت بزرگترین قده بدن چی هست ما میگیم بزرگترین قده کبده اصلا قده تعریفش چیه میگیم به اجتماعی از سلول های همشکل و همکار که در کنار همدیگه قرار گرفته باشن میگیم قده مثلا معده اینو قده محسوب نمیشه به خاطر اینکه توش خالیه در حالی که کبد یه قده محسوب میشه به خاطر اینکه پر هستش خب پس هر وقت گفت بزرگترین قده بدن میشه کبد اما هر وقت که بزرگترین قده در اون ریز بدن دیگه ما نمیتونیم کبد رو در نظر بگیریم حالا ممکنه بعضی از بچه ها بگن که کبد داره ایتروپویتین رو برای آزاد میکنه و از این طریق میتونه نوع قده در اون ریز محسوب بشه خب این کاملا غلطه به خاطر چی؟ اینکه ما میگیم ایتروپویتین از یه سری یاخته های پراکنده توی کبد و کلیه آزاد میشه و این یاخته ها چون در کنار هم نیستند و یک قده رو تشکیل نمیدن بنابراین نمیتونیم ما کبد رو به عنوان نوعی قده درون ریز در نظر بگیریم اگه تست بهت گفت بزرگترین قده درون ریز بدن چیه ما میگیم پانکراس هستش و در نهایت باز هم اگه گفت بزرگترین قده برون ریز چیه میگیم کبد خب حالا به خاطرشی کبد و بزرگترین قده برون ریز در نظر میگیریم چون داره برای ما صفرا رو تولید میکنه و از اون طریق میتونه ترشحات برون ریز هم داشته باشه خب میگه این ترکیباتی که تولید میشه در تغییر فعالیت یاختهای با هسته دروش در استخوان نقش داشته باشه منظور از این عبارت چیه ما میدونیم که توی اون یه سری یاخته بنیادی وجود داره که میشه میلویدی و لنفویدی و اینجور چیزها که اینها در تولید سلول های خونی ما نقش دارن و میدونیم که هستشون هم درشته و توی مرکز سلول قرار گرفته حالا چه ترکیباتی وجود دارند که در واقع کبد میتونه برای ما اونها رو آزاد بکنه و توی مغز و استخوانمون برای تولید سلول های خونی مورد استفاده قرار بگیره قطعا ما میتونیم سه ترکیب مختلف رو نام ببریم اول یا دومی تقریبا شاید همتون بهش رسیده باشین روی سومی ما گیر داریم اولش قطعا اریتروپویتینیه که با هم بحثش رو کردیم و گفتیم از کجا داره آزاد میشه دومین مورد آهنه که ما گفتیم آهنی که در فرایند تخریب گلبول های قرمز توی تحال آزاد میشه یا از طریق جریان خون خودش رو به استخون میرسونه تا بتونه در تولید دوباره گوش های قرمز مورد استفاده قرار بگیره یا میره توی مغز استخون در واقع مورد استفاده قرار بگیره یا میره توی کبد ذخیره میشه تا بعدن بتونه مورد استفاده قرار بگیره و در نهایت ما گلوکوز رو داریم که در واقع یکی از ترکیباتی هستش که ممکنه به ذهن کمتر کسی برسه حالا گلوکوز به خاطر چی چون ما میگیم کبد میاد گلوکوز رو به صورت گلیکوژن ذخیره میکنه و هر وقت مورد استفاده باشه و مورد نیاز باشه میاد ازش در واقع آزاد میکنه و اون رو به اون اندام مورد نیاز میرسونه پس حتما باید گلوکوز رو هم در نظر بگیریم خب ادامه صورت سوال چی میگه؟ میگه چند مورد فقط در خصوص گروهی از این مواد به درستی بیان شده. یکی از مهمترین نکاتی که من همیشه سر ها بهش اشاره میکنم این هستش که به قیدها خیلی دقت بکنید. یعنی شاید بشه گفت سی چل درصد تست کنکور سر اون ما با قیدها داریم حل میکنیم و با استفاده از اون جزوه قیدهایی که من براتون توی سایت بارگذاری کردم که کل قیدهای های کتاب درسی و پوشش میده و کلی نمونه سوال هم با استفاده از قیدها ها براتون آورده اگه شما اون رو بخونید کامل و چندین بار مرور بکنید قطعا هیچ سوالی نمونه که شما بخواید از قیدها ها غلط بزنید و تقریبا میشه گفت 34 درصد در کنکور سراسریتون رو فقط با همون جزوه میتونید ببندید پس به قیدها ها خیلی دقت بکنید پس اینجا قیدمون چی شد میگه فقط بعد در ارتباط با بعضی از این سه مورد درست باشه خب بریم موارد سوالو بررسی بکنید مورد الف میگه توانای اتصال به نوعی ترکیب توی بدن رو دارد خب ما میدونیم ترکیبات عالی انواع مختلفی توی بدنمون دارن و اصلا ترکیبش و اصلا تعریفش این هستش که ترکیباتی که توی ساختار خودشون کربن دارن به غیر از CO2 CO و کربنات. که باز اینها رو هم قبلا توی کلاس های هم به صورت کامل بررسی کردیم خب میگه در بدن بتونن به این ترکیبات عالی متصل بشن ایتروپایتین مگه قرار نیست به اون گیرنده پروتئینی خودش که توی سطح قشا وجود داره متصل بشه بنابراین توانه اتصال به ترکیبات عالی رو داره خب در کنار اون آهن رو داریم که آهن مثلا میگم توی فرایند تولید هموگلوبین میتونه به پروتئین گلوبین بچسبه و هموگلوبین رو به وجود بیاره و در نهایت گلوکوز رو داریم که گلوکوز هم میتونه خب به ترکیبات مختلفی متصل بشه مثلا میگم آنزیم هایی که توی فرایند گلیکولیز مورد استفاده قرار میگیره میتونن به گلوکوز متصل بشن پس مورد الف در ارتباط با همه این سه مورد درسته در حالی که ما گفتیم بعد در خصوص گروهی از اونها درست باشه پس مورد الف رو نمیتونیم در نظر بگیریم بریم سراغ مورد میگه پس از رسیدن به استخوان ابتدا از منفذ نوعی پروتئین عبور میکنن بریم بررسی بکنیم این سه مورد رو ما گفتیم ایتروپویتین میاد به گیرندش توی سطح قشا متصل میشه بنابراین اصلا نیازی نداره که بخواد از منفذ اون پروتئین گذر بکنه پس در با ایتروپویتین غلطه ما همینجا الان میتونیم برای افزایش سرعتمون زود این مورد برو رو در واقع برداریم اما نه کاملا اشتباه به خاطر چی چون ممکنه در با سه تاشون غلط باشه و هیچ کدوم از این موارد در این مورد صدق نکنن و ولی اگه شما مورد دوم رو حل کردید و گفتید درسته میتونید زود این مورد ب رو حل کنید و بتونید اون تایمتون رو ذخیره بکنید من همیشه به دانش آموزان میگم اون نکته ای که توی کنکور سراسری برام مهمه این نیستش که شما بگین من برم 10 تا کتاب تست حل بکنم هر چی درسم وجود داره بخونم شما اگه کل نکاتی که توی کل کتابای زیست شناسی بازار وجود داره بلد باشین شاید بتونین 50 درصد کنکور سراسری جواب بدین اون 50 درصد دیگه چیه اون 50 درصد دیگه اینه که شما بتونی استرس تو کنترل بکنی بتونی از تایمت به درستی استفاده بکنی اون در واقع دو دور دفترچه زدن و اون روش هایی که بهتون گفتم و بلد باشین که توی دور اول چه تستایی رو بزنید تو دور دوم چه تستایی بزنید مثلا میگم اون نکته که من بهتون گفتم این بود که تستای چند موردی مخصوصا تست های چند موردی که بیشتر از نه خط هستند تو قطعا باید توی دور دوم بزنید خب این الان تستی که ما داریم 6 خطه مثلا ما میتونیم اینو توی دور اول هم حل بکنیم اما به سری از دانش آموزا میگیم نه اینو بذار تو دور دوم و اول برو سوال آسونتر حل بکن پس کاری نداریم گفتیم 50 درصد علمیه که تو کس میکنی و 50 درصد اون مدیریت جلسه ای هستش که داری و باعث میشه اون درصد تو افزایش بدی بنابراین کسی که زیاد تست بزنه به این میرسه که برای افزایش سرعتش میتونه فقط مثلا دو مورد بالایی رو بررسی بکنه دیگه سراغ مورد سوم نره خب بریم ادامه تستمون رو بررسی بکنیم این آهنه گفتیم میتونه به پروتین گلوبین بچسبه و هموگلوبین رو به وجود بیاره و در واقع اینو گفتیم از منفذ نوعی پروتین میخواستیم صحبت بکنیم خب این آهن مگه نوعی یون نیست به صورت اف ایدو مثبت یا سه مثبت هستش دیگه ما گفتیم که یون ها وقتی میخوان از قشای سلول گذر بکنن فقط مجبورن سرکیبات پروتئینی اون یا از پروتئین های سراسری گذر بکنن و هیچ وقت نمیتونن به روش انتشار ساده از قشای فسفو بکنن بنابراین در ارتباط با آهن کاملا درسته و در ارتباط با گلوکوز خب این گلوکوزه رو هم ما خوندیم توی فصل گوارش خوندیم که وقتی میخواد جذب بشه مجبوره که از یه سری پروتئین استفاده بکنه یا اگه میخواد توی کلیه باز جذب بشه باز هم مجبور از یه سری پروتئین ها استفاده بکنه و مورد به در ارتباط با مورد دوم و سوم فقط درسته و میتونیم مورد ب رو در نظر بگیریم بریم سراغ مورد جیم میگه از طریق انواعی از اندام های گوارشی و غیر گوارشی به سمت استخوان میروند خب اینو بررسی بکنیم با هم ما گفتیم که الیتروپویتین میتونه از کبد و کلیه آزاد بشه خب بنابراین کبد یه نوع اندام گوارشی کلیه یه نوع اندام غیر گوارشی میتونه از این دوتا آزاد بشه پس در با ایتروپویتین کاملا سریع بریم سراغ آهن آهن رو بررسی کنیم ما گفتیم این آهنه یا میتونه توی تحال از تخریب گلبول های قرمز حاصل بشه یا میتونه از اون آهنی که توی کبد ذخیره شده استفاده کنه بنابراین کبد رو به عنوان نوع اندام گوارشی و تحال رو به عنوان نوع اندام غیر گوارشی میتونیم در نظر بگیریم حواست باشه درسته که تحال خون سیاه رگی خودش رو وارد سیاه رگ باب میکنه اما ما نمیتونیم این رو نوع اندام گوارش در نظر بگیریم چون هیچ نقشی توی فرآیند گوارش توی بدنمون نداره پس خیلی به این نکته دقت کن و در نهایت گلوکوز رو داریم خب ممکنه یه سرجا بگن که آره گلوکوز از کبد آزاد میشه خب این نوع اندام گوارشی از ماهیچم میتونه آزاد بشه ولی این کاملا غلطه به خاطر چی چون حواست باشه ما میگیم گلوکوز توی بدنمون میتونه یا توی ماهیچه یا توی کبد به صورت گلیکوژن ذخیره بشه تا اینجاشو هممون قبول داریم اما اون چیزی که باعث غلط شدن این مورد میشه این هستش که سلول های بدن ما وقتی به گلوکوز نیاز داشته باشن فقط میان از گلوکوزی که توی کبد ذخیره شده استفاده میکنن پس این به چه دردی میخوره اینو فقط خود ماهیچه میتونه استفاده بکنه و دیگه هیچ اندام و سلول دیگه نمیتونه از گلوکوز ذخیره شده توی مایچه مورد استفاده قرار بده بنابراین حواستمون باشه که این مورد یعنی گلوکوزه فقط در ارتباط با, با کبد که اینو اندام گوارشیه صحیحه و مورد جیم رو هم میتونیم به عنوان در واقع جواب سوالمون در نظر بگیریم و بریم سراغ مورد دار میگه میل اتصال دنا به انواعی از آنزیم های پروتئینی توی این گوش های قرمز رو تغییر میده خب ما باز هم توی جلسات گذشته نکته و تستمون بررسی کردیم که خب چه آنزیم های مختلفی میتونن به دنا متصل بشن مثلا دنا هست دنا هست هلیکاز هست و در واقع اون نکته که برامون وجود داره این هستش که اون چیزی که میل اتصال دنا به این آنزیم ها رو تغییر میده مثلا میتونه سرعت همانندسازی یا سرعت تقسیم سلولمون باشه خب حالا این سرعت ها رو کی میتونه تغییر بده مثلا الکتروپویتین میتونه تغییر بده یعنی الکتروپویتین میره روی اون سلول های مغز و استخوان تاثیر میذاره و باعث میشه که در واقع سرعت تقسیم اونها افزایش پیدا بکنه بنابراین این مورد فقط در ارتباط با الکتروپویتین و آهن و گلوکوز توی این مورد صدق نمی کنن و مورد دال رو هم ما میتونیم به عنوان پاسخ سوال در نظر بگیریم